نیوشا صارمی یکی از جذابترین و کاریزماتیکترین مجری و گوینده شبکه ایران اینترنشناله که توی این ویدیو به بیوگرافی و ازدواج و طلاق این مجری دوست داشتنی میپردازیم. مدتی پیش نیوشا صارمی با انتشار عکسی از خودش نوشت مردها با موهای جوگندمی جذابتر میشن و زنها با شلختگی و بیتفاوتی و نامرتب بودن. اینها کلیشه های جنسی سیاسی مسخره ما ایرانی هاست. هیچ فضیلتی توی رنگ کردن یا نکردن موهای ما خانوم ها نیست و این یک چیز کاملا سلیقه‌ایه. و انتخاب من این بوده که 6 سال موهامو رنگ نکردم. شاید دوست داشته باشم و یه موقع رنگ کنم، اما خوشحالم که زنها این روزها هر جوری که راحتن دیده میشن. نیوشا صارمی یکی از مجریهای کاربلد و خوش صدا و جذاب کانال ایران اینترنشناله که متولد 3 مهر 1365 در تهرانه. اصالتش به شهرستان صارم در استان چهارمحال بختیاری برمیگرده. نیوشا زمانی که در حال تحصیل در دانشگاه بود به واسطه یکی از آشنایانشون در صدا و سیما مشغول به کار شده. اون در رادیو سلامت به کار مجریگری مشغول بوده. تسلط نیوشا صارمی به کار گویندگی و روابط عمومی بالاش باعث شد که خیلی زود پیشرفت کنه. دوستان خوبم، ممنون میشم اگر هنوز عضو کانال ما نشدی دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای ما با خبر بشید. اما اون میخواست که ادامه کارش رو در خارج از ایران پیگیری کنه. اون ابتدا به ترکیه مهاجرت کرد و بعد از مدتی هم به انگلستان رفت. نیوشا به شدت عاشق نقاشی و هنر و عکاسیه. علاقه زیادی به طبیعت و گلهای رنگی رنگی داره. خودش گفته بعد از مدتی سرگردونی بین رشته های نقاشی و بازیگری و خوانندگی و تحمل شکست های پی در پی سرانجام به رشته ادبیات روی آوردم. نیوشا صارمی یکی از بهترین و موفقترین مجری های فارسی زبانه که در خارج از ایران مشغول به فعالیته. اون در چند سال اخیر به خاطر همکاری با شبکه‌های خبری مختلف مثل BBC فارسی و ایران اینترنشنال شهرت بسیار زیادی پیدا کرده که به گفته خیلی‌ها اون محبوب‌ترین چهره ایران اینترنشنال بعد از سیما ثابته. نیوشا صارمی فعالیت گویندگی رو از داخل ایران شروع کرده و بعد از موفقیت در کار روزنامه نگاری و همکاری با روزنامه هایی مثل جام جم، شرق و دنیای اقتصاد در رادیو سلامت به کارش ادامه داد. اما مهاجرت راه و مسیر کاریش رو کاملا دگرگون کرد. اما نیوشا بعد از مهاجرت همچنان دنبال مسیر گویندگی رفت. شاید شما هم اسم هادی نیلی، یکی از مجریان شبکه فارسی و صدای آمریکا رو شنیده باشید و جالبه که بدونید این آقا همسر اول نیوشا بوده. اونها در ایران با هم ازدواج کردن و با هم مهاجرت کردن، اما آقای نیلی برای پیشرفت بیشتر آمریکا رو انتخاب کرد و همین مسئله باعث اختلاف نظر و جداییشون شد. رابطه هادی نیلی و نیوشا صارمی در ایران و حتی بعد از مهاجرتشون هم خیلی خوب و عاشقانه بود، اما اختلاف نظرشون در مورد مهاجرت دوباره، اون هم برای ادامه حرفه، یه جورایی برای نیوشا سخت و نشدنی بود و در نهایت این تصمیم همسرش باعث شد که اونها از هم جدا شدن. اما دلیل اصلی شهرت این خانم گوینده زیبا به خاطر فعالیت‌های زیادش در شبکه BBC فارسی بود که باعث شد اون از یک مجری بی تجربه و مبتدی به یک مجری حرفه‌ای و کاربلد تبدیل بشه. اصلی ترین وظیفه نیوشا توی شبکه BBC گویندگی خبر بود که به خاطر علاقه و تسلط نیوشا به ادبیات فارسی و زبان فارسی باعث شد که محبوبیتش به نسبت بقیه مجریها خیلی زود بالا بره. اما نیوشا به محض ترک کردن شبکه BBC فارسی به تلویزیونی که رقیب اصلی اونها بود یعنی ایران اینترنشنال پیوست و فعالیت خودش را قوی تر از قبل ادامه داد. دلیل جدایی نیوشا صارمی از BBC هم با حواشی و جنجال های زیادی روبرو بوده. خیلی ها گفتن که نیوشا با خط و مش این شبکه مشکل داره.
و با طرفداری‌های بی بی سی فارسی از جمهوری اسلامی دچار مشکل شده، اما خودش دلیل اصلی جداییش از این شبکه رو قدرت مالی خیلی بالای ایران اینترنشنال و پیشنهاد داشتن برنامه اختصاصی برای خودش دونسته. اون گفته بعد از دریافت ایمیل دعوت به ایران اینترنشنال اصلا وقتم رو تلف نکردم و خیلی سریع جوابشون رو دادم، چون این شبکه خیلی قوی و پرطرفدارتره و این انتخاب صفحه جدیدی رو در زندگی من باز کرد که به روی پیشرفت و به دست آوردن موفقیت‌های زیادی در زمینه کاری و مالی من بود و اینکه مدیران این شبکه با توجه به سابقه و تحصیلات و تسلط برای اون پست و مقامی رو در نظر گرفته بودن. حالا نیوشا توی شبکه ایران اینترنشنال برنامه خبری خاص خودشو داشت که اسمش تیتر اول بود. در این برنامه جریان سیاسی داخل و خارج از ایران رو تحلیل میکرد. در این حال اون تهیه کننده این برنامه هم بود که شرایط و جنجالهای مختلف اجتماعی و سیاسی رو بررسی میکرد و بعد از موفقیت نیوشا در برنامه تیتر اول بهش فرصت جدیدی برای ساخت برنامه های فرهنگی سیاسی داده شد که توی اون زندگی و شرایط مردم داخل کشور رو از جنبه های مختلفی بررسی میکنه. راستی تا یادم نرفته بگم، اگر هنوز عضو کانال ما نشدی حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی و زنگوله رو فعال بکنی. اگر تا اینجا از ویدیو خوشت اومده ممنون میشم که اون رو لایک بکنی. نیوشا صارمی به غیر از فعالیت در شبکه ایران اینترنشنال در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام هم مثل همکارش پوریا زراعتی واقعا حضور فعالی داره و تونسته در این رابطه هم عملکرد خوبی داشته باشه که به پیشرفتش کمک زیادی میکنه. به تازگی نیوشا در کپشن یکی از پست‌های اینستاگرامش به مناسبت تولد مادر بزرگش عکس قدیمی از پدر بزرگ و مادر بزرگش منتشر کرده بود و نوشت امروز تولد ناناست. مادر بزرگم همیشه روز تولدشو دوست داشت. برای من خیلی عزیزه چون بخش زیادی از اخلاقهام و چیزهایی که الان دارم رو مدیون اون هستم که البته مهمترینش شجاعت تجربه کردنه. همیشه میگم کاش کنارم بودن. تولدت مبارک نانا، کاش هیچ وقت نمیرفتی. همچنین نیوشا مثل بقیه اهالی شهر لندن با توجه به آب و هوای همیشه ابری و بارونی این شهر گفته من عاشق روزهای آفتابیم. توی روزهای آفتابی من واقعا زن خوشحال و مهربون و شوخ‌طبع‌تریم و بیشتر اهل مدارا و مهرورزیم. همه اینها کار خورشید خانومه که همه چیز رو زیباتر نشون میده. حتی من توی روزهای ابری تا شب به فکر خورشیدم. این خانم گوینده وقتی از ایران خارج شده بود با انجام چند عمل زیبایی تلاش کرد تا با معیارهای زیبایی روز دنیا هماهنگ بشه. نیوشا عمل زیبایی بینی و لیفت شقیقه رو چند باری انجام داده. همچنین اون اخیراً عینک طبیشو کنار گذاشته و روی چشمای ضعیفش هم عمل جراحی انجام داده که از قبل زیباتر و جذابتر شده. چند وقت پیش نیوشا صارمی بدون هدف خاصی عکسی از خودش رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که روی چمنها نشسته بود. این عکس باعث جلب توجه خیلی ها شد و بعدش با کامنت‌های عجیب و بی‌ادبانه‌ای روبرو شد که اظهار نظرات زیادی در مورد اندام‌های اون داشتن و مخصوصاً در مورد پاهاش که این مسئله از نظر نیوشا مربوط به فرهنگ پایین جامعه ایران میشه.